سر راهمون قرار میگیره. یعنی درست از دید روانشناسی هم اکثر اون چیزهایی که اینجا میبینیم همون چیزهایی که میتونه جلوی به اصطلاح گروت ما رو یا جلو تولد خیشتن واقعیمون رو بگیره یا براش استاپ به وجود بیاره یا براش لیمیت به وجود بیاره. بنابراین اگر بگیم خیشتن همون مثل چهارشنبه که تو کلاس گفتیم اونجایی که میباید سلف واقعی تشکیل بشه، این سلف واقعی در کنارش یه عناصری هستن که یا مانع از فرمگیری ریل سلف میشن یا حداقل سلف رو گرفتار یه نوراتیک دیزایرای میکنن، یه گرایش های عصبی میکنن که این گرایش های عصبی باز همونطوری که تو اون کلاس گفتیم انرژی روانی ما رو چون میگیره، هر چیزی حتی هر نوع اتچمنتی که ما پیدا میکنیم به هر کدوم از این عناصر از ما انرژی روانی مصرف میکنه. انرژی روانی ما برای گروت و برای سلف دیولپمنت و برای سلف ترانسفورمیشن پایین میاد و کم میشه. به این دلیله که الان بهتون بعدن یه کنکشن، یه لینکی میدم که یک روانشناسی داره راجب ترانسندنتال سایکولوژی صحبت میکنه و دقیقا مولانا رو اتفاقا میگه، یعنی رومی و رومیز تیچینگ. آمریکاییه، در دانشگاه جورج واشنگتونه. اگر بزنیم دانشگاه جورج واشنگتون و رومی اسپشیالیست اسمش میاد و اون درست همینو میگه. میگه رومی از طریق اکسپریانسی که خودش کرد تونست به ما بگه چه چیزی میتونه جلوی ما رو برای اینکه فولی پتانسیال خودمون بیرون بیاد بگیره و چه چیزایی میتونه به گروت ما برای ریل سلف دیولپمنت کمک بکنه. تو اون لینک من شایدم اون لینکش رو فیسبوک بذارم، دنباله همین مطالبیه که آقای دکتر ببینید. در همین روزگار ما در این سنت اینیوگرام که 9 تا پرسنالیتی رو اینا بحث میکنن، یکی از این 7 تا 8 تا کتاب اینیوگرام اسمش هست From Fixation to Liberation. در اون سنت اینیوگرام هر کسی یک از اون پرسنالیتی ها رو داره و هر کدوم از اون پرسنالیتی ها یک نوعی از اتچمنت داره. مولانا که البته در زمان ما نیست و بنابراین با اون سنت هم آشنا نیست و از جهان خودش داره به اصطلاح مثال میاره، ولی بحث فیکسیشن و لیبریشنه و اگر کسی لیبریت شد و فیکسیشنی نداشت ولی بشن نمیشه داد. غزل 1648 هم که زیر اون هست، ساقیا عربده کردیم که در جنگ شویم، می گل رنگ بده تا همه یک رنگ شویم. خب این اصطلاح ساقی اصطلاح قرآنی است، میدانید که، و بعد صوفیان خوب کپیتالایز کردن روش. کلمه شراب هم حتی در قرآن هست، شراب زنجبیلی و شراب کافوری و سقاهم ربهم شرابا طهورا و شراب پاک کننده. کلمه ساقی به اصطلاح خیلی به کار گرفته شده و بنابراین کلمه می هم حالا چه در حافظ باشه چه در مولوی باشه یا باید معنای عرفانی داشته باشه یا باید معنای الکلی داشته باشه یا باید معنای ادبی داشته باشه، و در مورد مولوی خیلی شفافه البته که هر جا که کدومشو بخواد بگه فوری میشه از روش شعرش فهمید، ولی در حافظ اینجوری نیست، هیچ جاش رو نمیشه فهمید. و اون یک می هست که همه یک رنگ بشن وقتی که بیاشامه، یک اکسپیرینسی است که همه بشن مثل هم. صورت لطف سقله، سقله در عربی یعنی خداوند ساقی بشود،
از تو قرآن گرفته. صورت لطف سقله تویی در دو جهان. خب این جهان ماست و جهانی که بعد موارد قاهیم شد. رخ می رنگ نما تا همگان دنگ شویم. این دنگ باز معنای مثبت داره در اینجا، یعنی معنای عرفانی داره نه معنای منفی. یعنی مست. بله. و مست و فنا همینجور که عرض کردم به هم نزدیکن. از خود بی خودی. بله بله. اون معنای لیترالش. بله. باده منسوخ شود چون به صفت باده شویم، یعنی خودمون بشیم از جنس باده، از جنس شراب، یا از جنس spiritual drunkenness. بنگ منسوخ شود چون همگی بنگ شویم. باز متافوره، یعنی او حال پیدا بشه. هین که اندیشه و غم پهلوی ما خانه گرفت، باده ده تا که از او ما به دو فرسنگ شویم. خب در عالم ما البته کسی که به اصطلاح حالش خوب نیست میره شراب میخوره. الان از او که صحبت نمیکنه، یعنی در هیچ جا صحبت نمیکنه مولوی. و بنابراین باده ده همون تجربه است، خود اون اکسپیرینسه که از اون غم و اندیشه هم به معنی اندیشناکی هست، یعنی فاصله بگیری. مطربا بهر خدا زخمه مستانه بزن، تازه زخمه خوش تو ساخته چون چنگ شویم. باز از مجلس سماع متافورا رو گرفته. مجلس قیصر روم است، بده صیقل دل. خب مجالس بزرگ قدیم مثلا مال قیصر روم بوده، حالا در دنیای ما مثلا فرض کنید توی کشورهای ثروتمند هم هست از اون مجالس. پس اون متافوره، بده صیقل دل تا که چون آینه یه جان همه بی زنگ شویم. و زنگار جان همون اتچمنت ها باز دوباره هستن. بی زنگ شدن یعنی آینه اورنس پاک پیدا بشه. یک جهان تنگ دل و ماز فراخی نشاط، یک نفس عاشق آنیم که دلتنگ شد. یعنی اینقدر حالمون خوبه که دیگه آرزومون اینه که یک باری حالمون بد بشه است. و عکس ما هاست البته نیست. دشمن عقل که دیده است کزامیزش او همه عقل و همه علم و همه فرهنگ شدیم. آخه در اون بیت اولمون هم بود که از خاموش که از این عشق و از این علم لدن نیش، از مدرسه و کاغذ تکرار رهیدیم. یه مشابه اونه. دشمن عقل که دیده است که از آمیزش او یک نفس عاشق آنیم که دلتنگ شویم. همه عقل و همه علم و همه فرهنگ شویم. شمس تبریز چو در باغ صفا رو بنمود، زود در گردن عشقش همه آونگ شویم. در همین زندگی مولانا نوشتن که سالها بعد از اینکه شمس کشته شد